Sorry I'm not with you tonight. My absence is out of respect for the people of my country and those of other six nations whom have been disrespected by the inhumane law that bans entry of immigrants to the U.S. Dividing the world. Thank you. نامه احمد نژاد به پرزیدنت ترامپ ها بذارین کنار بیانیه آقای فرهادی که خانم انوشه خواندن در شب اسکار خیلی نکات مشترک داره انگار از یک قلمند هر دو پر از چیزند پر از انسانیت full of humanity به عینه انگار احمد نژاد اصغر فرهادی سیاسته اصغر فرهادی احمدی نژاد سینماست. تازه احمدی نژاد بنده خدا خیلی خیلی بیشتر پیچیده به پر و پای ترامپ. بخوانی نامشا. کلی پند و اندرز بهشش داده. Full of humanity. من اگه در فیسبوک یا یوتیوب نمیگفتن اینا احمدی نژاد نوشته باور نمیکردم. فکر میکردم یکی از نامه های خدا بیامرز مادر ترزاست. که نوشته به حاکم هند تا کمتر مسلمان بکشه یا به رهبر پاکستان تا از هندوکشی دست برداره کپی برداری از نامه به مالک اشتره که بر هر حاکمی میتوان نوشت بخوان این نامشا تنها ایرادی که بهش میشه گرفت فقط امضای نامه احمدی نژاد وقتی نامه را تمام میکنی در دل میگویی ای کاش این خودش چیز نبود، احمدی نژاد نبود. بیانیه اصغر آقا هم که خانم انوشه خواندن عیناً به همین خوبیه. Full of humanity. Full. با درود به دوست خوبم پرویز صیاد. هفته آینده کامل این برنامه رو براتون پخش میکنم و تشکر میکنم از دوست خوبمون. و حالا اجازه بدید با هم نگاه بکنیم به یک کاریکاتور که آقای دکتر محمدی برای من فرستادن که تا چند دقیقه دیگه هم با ایشون صحبت خواهیم کرد آقای دکتر محمدی و در این کاریکاتور که ملاحظه میکنید بله همینطور که میبینید آقای فیروز نادری چی میگه واقعا جالبه نمیدونم امیدوارم هر دوی این دوستان خوب ایرانیمون که البته من بسیاری از شایعات رو تا موقعی که شایع هست باور نمی کنم که احتمالاً خانم انصاری به نایاک کمک کردن یا مردم رو تشویق کردن به نایاک من باور نمی کنم و هیچ وقت بسیاری از مطالب رو از روی فیسبوک زیاد جدی نمی گیرم امیدوارم اینطور نباشه هر دو برای ما عزیزن اما به هر حال من هیچ وقت ایراد نمی گیرم که کار اشتباه بوده اما برای من این پیام که از داخل ایران اومده بسیار جالب بوده و اما تا موقعی که بریم به سراغ آقای محمدی در این باره صحبت بکنیم نظرشون رو بدونیم اجازه بدید که یک فیلم رو بهتون معرفی کنم خیلی کوتاه که در انگلستان ساخته شد یک ایرانی به نام بابک انواری فنتنها گناهش اینه که ایشان مخالف جمهوری اسلامیه و در under the shadow زیر سایه و در فستیوال معتبر انگلستان جایزه بسیار نفیسی رو گرفت و دولت انگلستان این فیلم رو به عنوان فیلم خارجی که به اسکار میاد به اسکار فرستاد که متاسفانه پارتی نداشت و نیامد تو اون 5 تا فیلم اولیه من راجع به این فیلم و راجع به بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور فیلم میسازند و مخالف جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی اجازه نمیده که انعکاس پیدا بکنه در داخل کشور ما هم غفلت میکنیم که اونها رو معرفی نمیکنیم بسیار صحبت خواهم کرد هم در برنامه نگاه هم در برنامه کوچه هنر و این فیلم همونطور که گفتم جایزه بزرگی در انگلستان گرفت اجازه بدید که نگاه کوتاهی بکنیم به صحنه‌ای که این آقای بابک انواری رو و خانمی که تهیه کننده بوده صدا کردن روی صحنه و جایزه بهش دادن افتخارآمیز بوده اگر از
فیلم آقای فرهادی میگیم، بدونید که ما ایرانیان خارج از کشورم که همین آقای که این فیلمو ساخته اجازه نداره به مملکت خودش بره و فیلمشو تو مملکت خودش نشون نمیدن، باید بیاد تو انگلستان فیلم بسازه. باز باید به آقای ترامپ ایراد بگیریم. نگاه بکنیم به اون صحنه، بعد میریم به سراغ آقای Under the shadow, Babacan Bari, Emily Leo, Oliver Roskill, Luke and Tom. Our non-stop love and support. Thank you, thank you, thank you. Bale, thank you as Babacan Bari. باور میکنید که فیلمش رو به زبان فارسی ساخته و در بسیاری از فستیوال ها جایزه گرفته. ما غفلت کردیم، همونطور که در بسیاری از کارها خیال میکنم که ما ایرانیان آنطور که باید و شاید چشم و گوشمون رو باز نمی کنیم. خوشحالیم که یک فیلمساز ایرانی یک پیام فرستاده در جایزه اسکار، بدون اینکه به این پیام فکر بکنیم، بدون اینکه بدانیم که این پیام چه عواقبی داره برای کشور ما. و بسیاری از مردم راجع به این موضوع صحبت کردن. امیدوارم که فیلم های ایرانی در همه فستیوال ها جایزه بگیره، نه فقط جایزه بگیره، بلکه فیلم احتیاج به تماشاچی داره. امیدوارم که تماشاچی بسیار پیدا بکنه. سینما کار مشکلی است و کاری است که سرمایه میخواد. البته در ایران یادتون باشه که همه فیلم ها باید از نظر وزارت اطلاعات بگذره، حتی برای خرید نگاتیو، حتی برای اینکه این فیلم به فستیوال بیاد، به اسکار بیاد یا به ونیز بره یا فلان بره، تا وزارت اطلاعات به قول خارجی یا اوکی ندن ایشون نمیتونه. خب یکی از مهمانان عزیز من امشب آقای دکتر محمدی هستن که لطف کردن اون کاریکاتوری که ملاحظه کردید از آقای فیروزی و همینطور از آقای نادری، آقای فیروز نادری و خانم انوش انصاری فرستاده بودن برای من و خوشحالم که با ایشون صحبت میکنم. آقای دکتر محمدی عزیز، درود بسیار به شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه. ممنونم از لطف و محبتتون. خب شما مثل اینکه دقیقا در جریان این مراسم اسکار بودین و این پیامی رو که آقای اصغر فرهادی خواندند و نگرانی مردم ایران رو که یک جوری گفته بودند که توهین شده به مردم ایران و شش کشور دیگه که یک کشوری میخواد سختگیری کنه در ویزا، و در این باره نظر شما چیه؟ ببینید، من خیلی اصلا این رفتار آقای فرهادی رو رفتار سازگاری نمیدیدم و نمیبینم. رفتاری است کاملا مبتنی بر فرصت طلبی و کاملا دوگانه. علتش هم این هست که اولا مردم این هفت کشور رو که آقای ترامپ ممنوع کردن، اینها هیچ حقی برای ورود به کشور امریکا ندارن، چون شهروند امریکا نیستن. یک امتیاز هست، کشورها میتوانند به خیلی از شهروندان دیگر کشورها ویزا بدن یا ندن. چیز جدیدی هم نیست، حدود 4 دهه هست که ایرانیان از گرفتن ویزای بسیاری از کشورها محروم بودند و خیلی هم تعجب نمی کردن، چون می دونن که دولتشون در فعالیت‌های تروریستی درگیر هست و دیگر کشورها با بدبینی نگاه می کنن به تک تک شهروندان ایرانی. نکته مهمی که اینجا وجود داره و این دوگانه هست در رفتار آقای فرهادی و خانم علیدوستی و کسانی که اعتراض کردن، این هست که بسیاری از ایرانیان محرومند از اینکه به کشورشون برن، خانوادهشون رو ببینند. بسیاری از ایرانیان دو تابعیتی به ایران میرن و در کشورشون بازداشت میشن، ماها در زندان نگاه داشته میشن و از اونها به عنوان کارت استفاده میشه در معاملات بین المللی. هزاران ایرانی هستند که مخالف حکومت هستند و اینها نمیتوانند به کشورشون برگردند، اما کسانی مثل آقای فرهادی تا حالا زبان بستند و کاملا در این زمینه ها سکوت کردند.
من مشکلی نمیبینم. بسیاری از هنرمندان در موضوعات سیاسی دخالت نمیکنن، صحبتی نمیکنن، حرجی برشون نیست. ولی نمیشود کسی شرایط امریکا رو، فضای سیاسی امریکا رو فاشیستی بخونه مثل آقای فرهادی، ولی از اون طرف در مورد شرایط سیاسی داخل خود کشورشون سکوت کامل رو در اختیار بگیرن. در این ماجرا کاملا مشخص بود که دشمنی با آقای ترامپ توسط جریان چپ، چه در اروپا و چه در امریکا، کاملا نقش بازی کرد. فیلم ایشون رو در میدان ترافالگار نشون دادن، انگار که این فیلم زمینه پخش نداشته. فیلم آقای فرهادی در همه جای دنیا داره به راحتی نمایش داده میشه و هر کسی بخواد میتونه بره ببینه. این نمایشی که شهردار لندن برگزار کرد بسیار نمایش مسخره و بچگانه‌ای بود. خود آقای فرهادی هم منعی بعد از اینکه فرمان آقای ترامپ رو دستگاه قضایی نقض کرد، ایشون منعی برای ورود به امریکا نداشت و نیامدنش، بعد دو نماینده تعیین کردنش، همه اینها نمایشی بود برای اینکه به فروش فیلم ایشون کمک بکنه. کاملا مبتنی بود بر فرصت طلبی و در داخل کشور هم اتفاقا این فرصت طلبی به خوبی جواب داد. آقای علی لاریجانی در مجلس از خانم علی دوستی تقدیر کرد به دلیل اینکه مخالفت کرده بود با فرمان آقای ترامپ و اعلام کرده بود که به امریکا نمیاد، در حالی که هیچ محدودیتی برای اونها وجود نداشت. هم در داخل کشور خیلی جالب هست، فیلمسازهایی مثل آقای فرهادی اینها هم از شرایط بسته داخل کشور به خوبی استفاده میکنند، در اون شرایط کار میکنند با سیستم. کسانی که سینمای ایران رو بشناسن، همونطور که خود شما فرمودید، سینمای ایران سینمای دولتی است. ما سینمای مستقل در ایران نداریم. فیلم ها هم سانسور میشه، هم تحت نظر هست، هم اگه به خارج بخواد بیاد باید اجازه بگیره، و بعد در داخل کشور هم بسیاری از فیلم ها با رانت ها و امتیازات دولتی ساخته میشه. اینا همه میدونن که سینما در ایران هنر و فرهنگ و رسانه مستقل نداریم و کسانی مثل آقای فرهادی بلدن چجوری بازی کنن که در داخل کشور بتونن فیلم بسازن. هم از فضای بسته داخل کشور اینها به خوبی استفاده میکنن، هم وقتی که بیرون میان از فضای بیرونی استفاده میکنن. در بیرون که میان جهانگرا میشن، به مرز اعتقادی ندارند و معتقد هستند هر کسی باید به راحتی به هر کشوری بره، شهروندان جهانی هستند. اما در داخل کشور همه محدودیت ها رو پذیرفتن، صدا هم ازشون بر نمیخیزه و متاسفانه این دوگانه رفتاری رو و این فرصت طلبی رو بسیاری میخرند و بهش ارج و احترام میگذارند. خیلی مایه تاسف هست، در حالی که مثلا در ایران فیلمسازانی مثل آقای جعفر پناهی باید محدودیت داشته باشه، از فیلمسازی محروم شدن ایشون به دلیل اینکه فیلم‌های اعتراضی می‌ساختند. از اون طرف خب کسانی مثل آقای فرهادی باید بر این موج‌ها سوار بشن، از هر دو طرف استفاده کنن. بله متاسفانه اینطوره. صحبت از جعفر پناهی کردیم که نمیدونم گناهش چیه که 20 سال حق نداره فیلم بسازه و در بسیاری از فستیوال ها از جمله فستیوال ونیز و چند تا فستیوال دیگه یک صندلی به نام جعفر پناهی میگذارن و میگن جای خالی اونه. آیا واقعا یک بار آقای فرهادی از همکارش نمیدونم یادی کرده؟ به قول ماها احوالی پرسیده که این جعفر پناهی که قبل از اینکه آقای فرهادی مجسمه های مختلف فستیوال ها رو در آغوش بگیره بسیاری از این جوایز رو برده بود، اما یادی کرده؟ و اصولا گناه پناهی چیه؟ یک نکته رو فرمودین در مورد نشان دادن فیلم در میدان ترافالگار لندن. من نمیدونم که این شهردار مسلمان لندن
خواسته چه کار بکنه. برای که این فیلم اگر فرض بکنید که یک محدودیتی داشت برای نمایش در جهان و مثلا بعضی از کشورها میگفتن این فیلم نمیشه نمایش داد، یا اینکه این فیلم یک پیام جهانی برای دنیا داشت، یا یک مسئله صلح و دوستی و غیره، یک داستان خاصی است که انشالله در برنامه‌های هنری در موردش صحبت میکنیم با دوستانمون، اینا بود که خیلی خوب. ولی این فیلم رو نشون دادن در میدان لندن برای چی آقای؟ واقعا من یک علامت سوال عجیبی جلو این کار است آقای دکتر عزیز. ببینید علامت سوالش خیلی روشن هست. در شرایط جدید، در حالی که دولت آقای ترامپ بر سر کار اومده، یک اتحادی میان جریان چپ، جریان مارکسیست در کنار جریان اسلامگرا به وجود اومده و اینها دارن به خوبی با هم کار میکنند علیه نیروهایی که با تروریسم اسلامی، با رادیکالیسم اسلامی، با جریانهای اسلامگرا مخالف هستند. ببینید در همان هفته‌ای که داستان اسکار آقای فرهادی مطرح بود، یک استاد دانشگاه در دانشگاه زابل به 75 ضربه شلاق محکوم شد و 4 سال زندان به دلیل اعتراض به پایین اومدن موقعیت دانشگاه زابل. اگر این جریان، جریانی که میاد و میخواد از کسانی که حقشون زایل شده میخواد دفاع بکنه، خب طبعا شهردار لندن یا شهردار نیویورک که این هم مال وابسته است به جریان چپ و این روزها با جریان اسلامگرا همه اینها مشغول پالوده خوردن هستند، اینها باید صدایی بلند کنن که آقا در ایران روزنامه نگار شلاق میخوره، در ایران استاد دانشگاه به شلاق محکوم میشه، اما در این زمینه‌ها هیچ صدایی نیست، هیچ گونه اعتراضی به جمهوری اسلامی صورت نمیگیره. متاسفانه جریان چپ، جریان مارکسیست، امروز کاملا در کنار جریان اسلامگرا داره از جنبش‌های اسلامی، از دولت‌های اسلامی داره حمایت میکنه و کاملا سکوت میکنه در برابر جهانخواری و گسترش طلبی و جاه طلبی های جریان اسلامگرا. ما در امریکای مشکل رو داریم، در اروپا هم کاملا این دیده میشه. آقای فرهادی رو اونها، البته نیست آقای فرهادی و بسیاری از هنرمندان در داخل کشور، اینها تعلقی به جریان اسلامگرا ندارن، اینها کاملا فرصت طلبانه دارن از شرایط استفاده میکنن. ولی اون از منظر جریان چپ امریکایی، از جریان منظر چپ امریکایی، اینها رو به این جریان اسلامگرا نزدیک میدونن و تلاش میکنن خودشون رو به این جریان متاسفانه نزدیک کنن و از این جریان حمایت کنن، در حالی که هیچ محدودیتی برای این جریان وجود نداره. امروز در ایران این جریان به دلیلی که کاملا با حکومت همراه هست، هیچ گونه اعتراضی نداره به وضعیت حکومت، اینا حتی از حقوق خودشون دفاع نمی‌کنن. سخنگوی آقای فرهادی در مورد اینکه خودشون خب متاسفانه مشکل صدا داشتیم. اجازه بدید که من ضمن تشکر بسیار از آقای دکتر محمدی ازشون تشکر بکنم که متاسفانه صدای شما رو مقداری نتونستیم بشنویم آقای دکتر عزیز، و من ممنونم از این که مدت کوتاه در برنامه ما بودین و میدونم که مرتب از طریق ایمیل شما در جریان همه این حوادث بودین و ما را هم در جریان گذاشتین. ممنونم ازتون و امیدوارم در فرصت‌های دیگه هم از وجودتون استفاده بکنیم. مرسی آقای دکتر محمدی عزیز. من این فرصت رو دادید. مرسی قربون شما. تشکر از لطفتون.